برادران عزیز، با استاد شدن جناب استاد و فاتحین هشت ثور و کاندیدان موفق هشت ثور و آینده سازان هشت ثور و آنانی که میلیون‌ها خون شهدا را به افتخار هشت ثور برمغان خواهند آورد، خوشتان می‌دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و کفا و سلام على عباده الذين اصطفى و بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ده هواد غرو او رغو ته سلام ده، مجاهد و مسلمان و پرگنو ته سلام ده، چه هواد دی پردون تل ساتلای دو مست و شازلمو ته سلام ده. چه تور او سور زنجیر دواړه مات کړي، د عظمت د هیبت د عظمت د هیبت اول ولو ته می سلام ده. چې زمریانې خپلو غیږو کې روزلي، د دې میندو و شودو ته می سلام ده. دوستان عزیز، ما و هر دو برادر ما که پیش روی تان قرار داریم، کاندیدان
کسب امتیاز نیست، کاندیدان کسب شهرت نیست و کاندیدان کسب مال و متاع دنیا نیست. کاندیدان عزیزتیم که اگر خدا از جسم ما، از پوست و گوشت و استخوان ما، از عواطف ما، از فکر ما، از روح و روان ما مرهم بر زخمهای کشور و ملت زخمی ما بساخت. ما فرزندای از این ملت هستیم، از آب و هوایش استفاده کردیم، در آغوش نمی ملت با عظمت پرورش یافته، صدای ما را میالی این ملت با عظمت ما مشنو، صدای ما را امو مادرای هم مشنو که سالهاست چشمایشان به دروازه خانه هایشان بسته است، اگر شوهرهای گم خودی خود باز ببینن که با خانهشون میدرن و نمیدرن و صدای ما رو نمو یتیمای هم مشنوه که روحایشان بستر عشقهای داغیست که برویشان شب و روز روان است. ما کاندیدان خدمت اینمتر یک ملت، اینمتر یک ملت با عظمت، با هیبت و با مروت است. ما امیدوار استیم که خدا از پیش ما خدمتگارای جور کنه که از یک طرف دردهای ملت دوا شوه و شکست و ریزهایی که پیدا شده دوباره تعمیر شوه و آباد شوه، ملت ما قومهای مختلف، ملیتهای مختلف با هم گره محکم بخوره و همه با یک صدا در یک جهت و با یک استقامت بخاطر آبادانی و حفظ عظمت و هیبت تاریخی و جهادی از کشور روان شوه. ما از دیگرها که در خدا بهتر نمیدانیم، از هیچ کاندید کدام خدا بهتر نمیدانیم، از هیچ فردی از این کشور کدام برای خود برجهان قائل نیستیم، مگر من حیث فرزندای از این کشور حق پیش شدن برای خدمت و پاک کردن چشم از یتیما و فرو ریختن گرد را از روی از این ملت و اثر از این ملت بیچاره و محروم برای تکاندن از این دی میدان در آمده. ما از دوستای ما که پیش از ما ثبت نام کرده همیشه به خیر یاد خواهد کرد. ما در کمپین خود یک حریم اخلاقی بسیار محکم و متین را رسم کردیم و انشاءالله شما خواهد دید. در پیش مردم کمپین صفت خود و غیبت دیگران است. در ذهن مردم همونطور یک چیز جا گرفته، لیکن انشاءالله ما به ملت خود نشان خواد دادیم که نه صفت خود را خواد کردیم نه غیبت دیگران. فقط چیزی که به ملت خود در کمپین خواد گفتیم امی خواد بود که اگر برای ما اجازه دادن گرد را از رویشان پاک خواد کردیم. عشق یتیمش کوشش میکنیم که خوش کنیم، چادری بی وزن را کوشش میکنیم که از سرش پایین نفته و کوشش میکنیم که ملت باز دست به هم بته و به سوی ترقی، آسایش و سعادت روان شد. دکتر صاحب عبدالله یک جوان با استعداد است،
جوان آبرومند است در آغوش زمی خاک کلان شده. هیچ نو کشمکش تبلیغاتی را انشاءالله بین ما خواب ندیدیم و ما اینمی اعلان را ولو یک طرف هم باشم میکنیم که همیشه از اونا و از تیمشان به خیریات خواب کردیم. به همی ترتیب کاندیدای دیگه که در این جمعه ما انشاءالله که اونا را همیشه به خیریات خواب کردیم و بالاخره به فیصله ملت خود احترام خواد گذاشتیم و فیصله ملت خود را قبول خواد کردیم، چرا مالک الملک حقیقی خداست، دهنده ملکم خداست، گیرنده ملکم خداست، در عالم اسباب امی حق و صلاحیت خدا به بندگان خود خود داده تا زعیم خود خادم خود را تعیین کنه. هر فیصله را که ملت بکشه ما به سر و چشم او را قبول خواد کردیم. ما مسلمان هستیم، افغان هستیم و برای خدمت از این ملت از هر قوم هستیم، با هر قوم هستیم و همیشان انشاءالله همه قوم های افغانستان، اهم از پشتون، تاجک، ازبک، ازاره، ترکمن، بلوچ، عرب، نورستانی و قوم های دیگه، برادرای ازاره ما، برادرای بهاوی ما، براهوی ما، همیشان انشاءالله چهره خدا و عکس خدا در روی از این برادرها و در کار و بارشان خواهند دید. امیدوار هستم که ملت با قضاوت بسیار حکیمانه خود و بسیار خردمندانه خود فیصله خود را طور صادر کنه که فیصلهش حاوی سعادت و آبرومندی و سربلندی دنیا و آخرت از این ملت باشه. ما در قدم اول با وحدت از این ملت خواد کوشیده، با یک پارچگی از این ملت خواد کوشیده، آبادی ما، صلحی که ما در انتظارش هستیم، پیروزی که ما در انتظارش هستیم، انشاءالله ایرا در گرو وحدت ملی خود خواد دیده. امو وحدت ملی که در آغوش اسلام و در آغوش ارزش های والا و ارجدار اسلام متحقق شده میدان و بالاخره ما مردمی نخواد بودیم که به اسلاف خود، به عنوان اسلاف خود کلمات بد یا رکیک را استعمال بکنیم. اداره موجود در کشور کارهای کرده قابل عزیز که دوام کنه، قابل عزیز که تکمیل شود. تنها خدا جلت عظمته کارش از نقص، از عیب و از کمبودی خالی است. ما همه انسان هستیم، ذات اقدس الهی عاری از نقص و عیب و نقصان است و عصمت در نصیب پیغمبران است. ما خطا و ثواب هر دویش داریم. دوستایی که فعلا کار میکنن تا حدی که در توانشان بود کار کردن، خدا مطابق نیتشان و مطابق عملشان برشان پاداش و اجر بده. ما از اونا همیشه به خیر یاد خواد کردیم و اگر در آینده هم فیصله ملت امی بود که ما در این صحنه در خدمتتان قرار داشتیم، انشاءالله اعزاز هر کدام در ذهن ما خواد بود و در پی سبک کردن یا سبک دیدن هیچ کس، نه در عمل، نه در نیت و نه در ذهن خواد بودیم. اینام برادرهای ماستن، کارهایی که به خیر و صلاح از این ملت کردن ما رو او را از اونمو نقطه شروع خواد کردیم. کارهایی که یا به او توجه نشده یا نیمکاره مانده یا در یگان جایی که یگان نقص وجود داره که
چشم ملت به خود جذب کرده کوشش میکنیم که به صورت حکیمانه مثل طبیب دلسوز به علاج از او بپردازیم و به همه ملت اطمینان را میدیم که ما جز در صدد خدمت، در صدد کسب مال و متاع و منعت برای خود نخواد بودیم و بالاخره و گپ اخیر ممی که تلاش خواد کردیم که این ملت مجاهد را خدا به اونمو حالت قرار بده که در زیر چتر یک نظام راشد و والای اسلامی آرمانهای خود را زنده پیش روی خود ببینند و با خاطر آرام و با آرامش روحی جسمی و معنوی در زیر سایه زندگی ساز یک چتر یک نظام راشد اسلامی زندگی کنم. از توجهتان تشکر میکنم و همه قم میگم که جناب امیر صاحب اسماعیل خان که در پالوی ما قرار داره از جمله شخصیت های برازنده جهاد، از ریش سفیدای با عزت از این ملک، کسی که کو به کو و دشت به دشت و صحرا به صحرا گشته از عزت و آبرو و حیثیت از این ملک دفاع کرده و حالا در خدمت ملت خود قرار داره و در پهلوی دیگه جناب مولوی صاحب عبدالوهاب عرفان قرار داره که اینا در آغوش علم، جهاد و در آغوش عزت پرورش یافتند و حالا از جمله شخصیت های دانشمند با عزت و آبرومند از این کشور هستن و دعا میکنیم که با اینمی سه چهره که پیش روی شما میبینین، چهره افغانستان واحد، افغانستان متحد و ملت واحد را آینده در قول و در عمل ما ببینین. بازم اونمو آیه مبارکه را تکرار میکنم که خداوند جلت عظمته فرموده که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. صدق الله العظیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله وعلى بركة الله. نحن قدمنا في هذا المجال وندعو الله أن يوفقنا أولا إلى إقامة انتخابات نزيهة مقبولة طيبة حتى تكون النتائج مقبولة عند الشعب الأفغاني المسلم. و أنا ممكن ألخص البرامج اللي إحنا نحمله في رؤوسنا وفي قلوبنا بأننا نريد أن نكون خادمين لهذا الشعب، أن نكون خادمين لشعب تكبد خسائر كثيرة في سبيل الدفاع عن عرضه وحريته وشرفه وسجل انتصارات عظيمة لأمته. الوضع الأمني يقلق الإنسان، ولو لم تكن هناك انتخابات أو كانت هناك انتخابات، الأمن يجذب الأنظار ونحن لابد أن نبذل قصارى جهودنا لتأمين الأمن، لكن مهما حاول العدو أن يعرقل طريقنا نحو الانتخابات، نحن سنقيم الانتخابات إن شاء الله
والعالم سيشهد انتخابات طيبة مباركة. شكرا. كامرمان غاري تشاء. بسر بوك.